با سلام، وقت بخیر خدمت یک و یک شما خوبان. در این ویدیو می خواهیم که راهنمایی کنیم چطور می توانیم از وبسایت هلمز استفاده کنیم و از یوزرنیم و پسورد خود در اونجا استفاده کنیم و وارد شویم و پسورد خود را تغییر بدیم، تصویر خود را تغییر بدیم و بعضی چیزهای دیگه. استفاده از این وبسایت خیلی خیلی ساده است، نهایت ساده است، هیچ کدام مشکلی نیست. فقط شما کافی است که یک کامپیوتر و یک تلفن در اختیار داشته باشین و به اینترنت هم وصل باشه و وارد از این وبسایت شوین. بسیار خوب. خب شما میبینید که ما از گوگل کروم استفاده میکنیم در اینجا و در قسمت سرچ بار، نه البته یو آر ال بار، از این میایم و بسیار به سادگی نوشته میکنیم که helms.edu.af. بعد از اینکه ای رو نوشته کردم در اینجا، بسیار به سادگی کلید انتر رو برای کیبورد میزنم، کلید انتر، و بعد از او وارد از این قسمت ای صفحه میشیم. در اینجا ما وقتی که اکاونت نداشته باشیم نمیتونیم وارد شویم، اما یوزرنیم و پسوردی که شما در اختیار دارین را در اینجا وارد میکنیم. خب من در اینجا یوزرنیم خود را وارد میکنم و یادتان باشه یوزرنیم و پسورد داخلشان هیچ گونه چی ندارن، فاصله ندارن. یعنی اگر شما متوجه شدین که داخل یوزرنیم و پسوردتون کدام فاصله است، او را در نظر نگیرین، او را چی کنین؟ اگنور کنین و هیچ فاصله ای داخل یوزرنیم و پسورد وجود نداره، یادتان نره. خب بعد از اینکه یوزرنیم من اینجا وارد ساختم، پسورد هم در اینجا ما وارد میسازم و ریمبر یوزرنیم اگر اینجا کلیک کنیم، دفعه بعدی که وارد میشیم چی میکنه؟ ایره در یادش میگیره، لازم نیست که ما دقیقا وارد کنیم. خب بالای لاگین بعد از کلیک میکنیم. بسیار خوب، زمانی که بالای لاگین ما اینجا کلیک کردیم، یک صفحه دیگه برای ما میاد که اینجا پسورد خود را باید تغییر بدیم. اما مشکل ده چیست؟ مشکل ده ایست که زبان این قسمت، البته مشکل نیست، برای بعضی مشکل است که زبان این قسمت انگلیسی است. شما میتونید با استفاده از این قسمت ببینید در تلفن هم این قسمت موجود است. اینجا کلیک کنین و بعد از بالای فارسی کلیک کنین و بعد از چند لحظه صبر کنین، امو قسمت ها کلان چی میشه؟ به فارسی تبدیل میشن. بسیار خوب. و حال کاری که ما باید در اینجا انجام بدیم، ببخشین، یست که این قسمت رمز خود را تغییر بدیم. رمز قبلی و رمز فعلی، یعنی همو رمزی که ما از دانشگاه گرفتیم را در اینجا وارد میسازیم. خب ما او این کار انجام میتونم و او رمز را در اینجا وارد میسازم به این شکل. و رمز که ما خودم میخواهیم که برم باشه، اون را در اینجا وارد میسازم. همون رمز را شما مشاهده میکنیم که ما در اینجا وارد میسازم به این شکل. و این رمز میتونه یک چیزی باشه که شما او را از یادتان نره. و متوجه باشین رمز شما باید حتما از 8 حروف کمتر نباشه، یک دونه عدد داخلش باشه، حداقل یک دونه عدد باشه. یعنی از اعداد و حروف کوچک و حروف بزرگ انگلیسی و یک دونه عدد غیر الفبایی مثل مثلا ستاره، علامت نمبر و یا داشته باشه. خب اگر این رقم متوجه نمیشین، ما در شما یک مثال شده اینجا نشان میتو. داخل برنامه ورد هستیم، ببینین هدف می است. یعنی از حروف مثلا ABC فرض کنیم، ببینین حروف کوچک است و همچنان حروف بزرگ تشکیل شده باشه به این شکل، و همچنان عدد هم داخلش داشته باشه و همچنان از این علامت های غیر عددی و غیر الفبایی هم داخلش داشته باشه. یعنی رمزی که شما میخواین در خود انتخاب کنید حتما به این شکل باید باشه. یعنی این شکل که ما دوباره انتخابیم نه، ممکن است مثلا رمزها فرق کنه، مثلا ممکن است این یک چیز باشه به این شکل، یک چیز باشه، ممکن است مثلا یک چیز دیگه باشه به این شکل، به این شکل. یعنی هدف می است که از این رقم، از حروف کوچک، حروف بزرگ، اعداد و سمبول ها استفاده شده باشه. بسیار خوب، برمیگردیم در این قسمت و شما میبینید که ما رمز قبلی خود را هم وارد ساختیم، رمزهای جدید خود را هم تکرارش اینجا وارد ساختیم، خودش اینجا وارد ساختیم. یعنی این دو دانه باید مطابقت داشته باشه. و بعد از بالای ظاهره تغییرات در اینجا من کلیک میکنم و میبینید که گفته که رمز ورود تغییر یافته است. بالای ادامه کلیک میکنم و در این قسمت، خب در قسمت اینجا میزیکار بر ما میاد به این شکل، میبینین اتوماتیک شما رو میبره داخل این قسمت و در اینجا مضامین شما قرار داره و در این قسمت فیصدیش نشان میده که چند فیصد پیش رفته. خب صنف دو، من خودم شخص صنف دو هستم و سمستر چهارم، از این خاطر ما درس خود در اینجا هیچ نخوندیم، کلا در تلگرام و یوتیوب و در این قسمت ها خوندیم، از این خاطر اینجا اینا کمپلیت نشدن و یعنی مضمون ها در اینجا باید درس داده شود. و در صورتی که مثلا داخل یکیش بریم، مثال در کجا بریم، دیتابیس، شما مشاهده میکنیم در این قسمت چپتر هایش گذاشته، چپتر هایی که در اینجا هست میتونیم که دریافت کل محتوای پوشه را بزنیم و همه ایشان بر ما چی میشه؟ دانلود میشه.
و در اینجا هم شما میبینید که ویدیوهایش گذاشته، درس اول است، در اینجا درس دوم، درس سوم، چهارم و به می شکل تا درس ششم و هر مقداری که درس داده در اینجا همیشان هست به می شکل. و در قسمت اینجا شما میتونید را بسته کنین، پس باز کنین. شرکت کنندگان داریم که همو شاگردان و همسینفی های شما هست. همسینفی های شما در این قسمت هست، مدال ها، شایستگی ها، نمره ها، نمرات شما که از این مضمون گرفتین در اینجا میه. خب این میز کار است که شما اگر اینجا کلیک کنین در قسمت چی میرین؟ صفحه اصلی تا میرین در اینجا، و در اینجا شما میتونین که تمام قسمت ها را مشاهده کنین و داخل هر کدامش برین درس هایش را دسترسی کنین. خب در قسمت اویلیبل کورس هم کورس های موجوده در اینجا هست و درس هایی که اخیراً مراجعه شده در اینجا نشان میده و همچنان completed کورس، کورس هایی که تکمیل شده، no completed کورس، یعنی هیچ کورسی که تکمیل نشده. خب واقعا هم نشده، کورس ما هنوز تکمیل نشده. کورس هایی که در جریان هستن اینی کورس ها هستن. بسیار خوب. Helms Platform Training for Students، اینجا مرکز راهنمایی و ترینینگ برای شاگردان است که از Helms است. اگر خواستین در اینجا هم یک سر بزنین اینجا بالاش کلیک کنین. متوجه باشین من چیز بازم تکرار میکنم، اگر شما امروی گوشی یا تلفن هم میرین هیچ کدام مشکلی نیست، سیستم بهم یک شکل است. شما میتونین امروی تلفن هم چیکنین، داخل وبسایت چمین و از او استفاده کنین، هیچ کدام مشکلی نیست. خب موضوع دیگه که میخوایم خدمت شما عرض کنم، ویدیو زود طولانی نشه، شخصی سازی این صفحه هست. ببینید ما در قسمت میزی کار هستیم، یا تو نرو میزی کار، در قسمت شخصی سازی این صفحه اینجا میریم و بعد از او تنظیمات های مختلف ما در اینجا، تنظیمات های مختلف مربوط اکانت ما هم در اینجا موجود هست. بسیار خوب. خب در این قسمت میریم و تنظیمات خود را انجام میدیم. اگر شما توجه کنید اینجا ما قسمت تصویر داریم، بالای تصویر کلیک میکنیم، البته تصویر نداره. اینجا که کلیک کردیم وارد قسمت های مختلف میشیم. اینجا یوزر پروفایل است، میبینید پروفایل، من داخل پروفایلم شدم. اگر اینجا کلیک کنم میتونم قسمت های بسیار زیاد رو تغییر بدم، مثلا رمز مگه از چی شد کسی دیگه اون رو دسترسی پیدا کرد، میتونم از اینجا تغییر بدم. زبان دلخواه من میتونم تغییر بدم، برای زبان دلخواه کلیک میکنیم. خب ما از ما میبینیم که فارسی است، از شما شاید انگلیسی باشه و این شکل باشه. بین از اینجا یه چی کنین، فارسی کنین و بعدش ذخیره تغییرات در صورتی که فارسی دوست دارین و بعدش ذخیره میشه. مثلا خب ویرایش مشخصات فردی داریم، ببینین ویرایش مشخصات فردی، نام و آدرس، ببخشید نام پدر و آدرس پست الکترونیکی و غیره است. قسمت ها رو میتونین که چیکنین تغییرات دهش بیارین و همچنان میتونین یک توصیف کنین از خودتان در اینجا. خب من دیگه کار ندارم فعلا، در قسمت عکس کاربری میام. در اینجا عکس کاربری، عکس فعلی هیچ، یعنی عکس نداره از ما، میخوایم که عکس جدید در اینجا اضافه کنم. در این قسمت میتونم که یک دونه عکس در اینجا ما اضافه کنم. خب در این قسمت رو بسته میکنم. ببینید در این قسمت گفته برای اضافه کردن فایل میتونید فایل های مورد نظر رو اینجا بکشید. خب ایتو که هست، من امی چی را امی قسمت گوگل کروم را در یک طرف میارم. خب من در اینی ورد مذارت ندارم و بعد از اون من امو چی من باز میکنم، ویندوز اکسپلورر خود را و یک تصویر را از اونجا من انتخاب میکنم. خب میبینید چندین تصویر در اینجا موجود است، من یکش انتخاب میکنم به این شکل و او را کش میکنم، در اینجا رها میکنم. ببینید من این در قسمت بیارم و بعد از او اینجا کجاست دوستان عزیز، در این قسمت ببینید برای اضافه کردن گفته اینجا رها کنین و این تصویر را کش میکنم، در اینجا رها میکنم به این شکل و این اپلود میشه فعلا. خب صبر میکنم تابلو. خب اپلود از این تمام شد، خلاص شد و بعد از اون میتونیم که خب توصیف عکس، عکس میتونیم توصیف کنین، سایر نام ها و میتونیم علایق خود را در اینجا چی کنین تعیین کنین و بعد از اون صفحه وب و مشخصات دیگه خود را هم میتونین در اینجا وارد بسازین. خب و بعد از اون بروز دستانی مشخصات فردی رو میگیم، البته این کلان کنم من بر شما به شکل و میبینین تصویر من اینجا بروز دستانی شد و عکس من در اینجا آمد به می شکل. و در این قسمت هم اعلان های شما هست، این قسمت شما میتونید که اعلان های خود را ببینید، هیچ اطلاعی فعلا نیست و میتونیم که قسمت کلیک کنیم این قسمت داشبورد در قسمت میز کار بریم به شکل. و همچنان در این قسمت که ما گوشه که در اینجا هست میتونیم خارج شویم از چی، از سایت، یعنی از وبسایت خارج شویم. میتونید پیام ها را اینجا مشاهده کنین، قسمت پیام ها برین و خب چی گفته پیام رسانی در این سامان غیر فعال شده است. خب
به هر حال در اینجا کار نداریم و از این قسمت میتونیم که ما خارج شویم. ببینید مشخص خروج از سایت و به می شکل ما چی کردیم؟ لاگ اوت کردیم. در کل همین بود دوستان عزیز، موفق باشین.